سلام دوستان من سنا هستم امروز یک شنبه 11 تیر 1402 برابر با 2 جولای 2023 یه مقدار زودتر وقت کردم تا قسمت بعدی رو ضبط کنم خب همونطور که میدونین توی قسمت قبلی ادوارد براون یه مقداری از مشخصات شیراز رو برامون تعریف کرد یکی دو تا جاهایی که رفت مهمونی که رفت و قرارایی که داشت رو برامون تعریف کرد دیگه آخرین پاراگراف این دو خط بود که نوشته بود حال که طرح کلی و امیدوارم روشن و واضح از وضعیت نقاط گوناگون شیراز داده شد میپردازیم به شرح دقیقتر بعضی از نقاط فوق و ذکر و با مقبره حافظ و سعدی شروع میکنیم و اینکه میخواستم بگم بهتون که تا اینجا ما الان این صفحه 304 هست یعنی تا الان بالای 300 صفحه از کتاب رو با همدیگه خوندیم حالا از اینجا ادامهش رو با همدیگه شروع میکنیم از هر دوی آنها یعنی همون مقبره حافظ و سعدی و نیز باغ دلگوشا در یک روز دیدن کردم یکی از خدمتکاران نواب همراه هم بود و با اینکه زیاد از شهر دور نبود یکی از اسبهای نواب را برایم آورد که حیوان بسیار زیبایی بود و حرکت عضلات زیر پوست صاف و براغش نشان دهنده نیروی زیادش بود که با سرزندگی و شادابی توأم شده بود من دوست داشتم پیاده بروم اما قانع کردن یک ایرانی که ترجیح میدهید به جای سواری پیاده روی کنید بسیار مشکل است و من به اجبار پیشنهادش را که از سر لطف و مهربانی بود پذیرفتم. مقبره حافظ در میان باغ محصور شده قرار دارد که درختان سرو و نارنج به طرز زیبایی در آن کاشته شده سنگ مستطیل ساده محل قبر را مشخص می کند و روی آن مطالبی اکثرا از اشعار خودش حک شده است. بالای آن جمله عربی دیده می شود هو باقی و کل شیءن حالک وزیر زیر آن مجده وصل تو کسر جان برخیزم تایر قدسم و از دام جهان برخیزم دور تا دور لبه سنگ نوشته شده ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش پیوسته در حمایت زل الله باش در دو مثلث در گوشه بالای سنگ به طور مورب نوشته بر سر تربت من چون گذری همت خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد شد و مقابل آنها در مثلث هایی در دو گوشه پایین سنگ قبر ابیات معروفی که ضمنا تاریخ فوت شاعر هم هست حک شدهاند چراغ اهل معنی خواجه حافظ که شمعی بود از نور تجلی چو در خاک مسلا ساخت منزل بجو تاریخش از خاک مسلی قبول عام و شهرت بینظیر و منحصر به فرد حافظ را تعداد زیاد قبرهایی که دور تا دور مقبرهاش را گرفتن نشان میدهد واقعا هم کدام ایرانی دوست ندارد در جوار حافظ دفن شود پانویس داره اینجا در مورد خاک مسلی فقط اولین و آخرین مصرع روی سنگ قبر حک شده و دو مصرع وسط احتمالا به دلیل نبودن جای کافی حذف شدند زمنان خاک مسلی به حروف ابجد سال 791 هجری یا 1389 میلادی است همت یا منظور داخل پرانتزونو کمی دورتر از شهر آرامگاه سعدی است که امارت نچندان مرغوبی آن را مشخص می سازد. گلستان و بوستان هر دو به خاطر سبک بی تکلف و ساده بیان رسا تنوع مطالب و حکمت عمیق و پربار که مشخصه آنها است در سراسر جهان بل مشهورند و رواج دارند ولی در خود ایران احتمالا دیوان او را بیشتر میخوانند و بهتر محسوب می شود و در مقایسه با حافظ احتمالا رواج کمتری دارند به هر حال تقریبا هیچ کس از هموطنانش اهمیتی به دف شدن در کنار او نداده اند. مقبره او در محوطه کوچکی تک افتاده است. سعدی بنا به عقیده عمومی سنی بوده است. البته بعضی دوستدارانش این را قبول ندارند و معتقدند که او کتمان می کرده و این در طریقت شیعه در مقابله با خطر جانی جایز است. میدونید که سعدی در زمان مغول ها بوده و در زمان مغول ها کسی که توی منطقه فارس حکومت می کرده با کلی باج و خراج دادن به مغول ها از حمله اونها به شیراز و استان فارس جلوگیری کرده بود بهتون پیشنهاد می کنم که پادکست سعدی رو گوش کنید که خیلی قشنگ توضیح میدن همه اینها رو اما اعتقاد به سنی بودن او آنقدر رایج بود که باعث شد یک مشتهد متعصب شیرازی سنگ اصلی مزارش را نابود کند. سنگ قبر فعلی به دستور هزینه قوام پدر صاحب دیوان ساخته شده و این جمله عربی بر آن حک شده. هو الباقی کل شیء هالک و زیر آن ابیات آغازین بوستان در مت پیغمبر حکاکی شده است. در حافظیه موفق نشدم نسخه دیوان شاعر را که برای تفعول زدن در آنجا نگهداری می شود ببینم زیرا متولی مقبره مشغول انجام فریزه دینیش بود در سعدیه اقبال بهتری داشتم متولی مشغول نبود و بدون معطلی نسخه خطی کلیات شاعر را حاضر کرد این نسخه خیلی خوشخط نوشته و به طرز زیبایی تذهیب شده اما زیاد قدیمی نیست و تاریخ آن زمان حکومت کریم خان زند 1770 میلادی را نشان میداد. دوازده صفحه آن از بین رفته بود که دوباره با قلم پرمهارت میرزا فرهنگ بازنویسی و الحاق شده بود. پس از ترک سعدیه به باغ دلگشا رفتم. باغ زیبایی با استخر آب زلال و خیابانهای نارنجکاری و انواع گلهای رنگارنگ. باغبان آنجا یک دسته گل خیلی برایم آورد و من سر صحبت را با او باز کردم. او می گفت که صاحب قبلی باغ صاحب دیوان علاقه زیادی به آن داشته و بزرگترین ناراحتیش هنگام برکناری از قدرت این بود که این باغ در دست کسانی بیفتد که توجهی به آن نکنند یا باعث خرابیش شوند. اینکه صاحب دیوان مدیر بدی بوده شکی در آن نیست اما او شخص سنگدل و بیرحمی نبوده و به نظر من عشق و اش به این باغ از جنبه های مثبت شخصیت او به حساب می آید. در واقع دل آدم برای پیرمرد می سوزد. پس از سالهای طولانی از مقام و منصب والایش بر کنار و مجبور به ترک شهر مورد علاقه شیراز می شود و به زور به پایتخت می رود و آنجا با پادشاه مستبد متلون المزاجی مواجه می گردد. زمنان خاطره و نامش مورد ریشخند و استهزای هجوگویان و عوام قرار می گیرد تا وقتی که موضوع دیگری برای شوخی و مسخره پیدا کنند. فقط اشعار با شکوه و موزون حافظ و سعدی یا قاعانی همراه با نوای ملایم ستار و ضربات یک نواخت دنبک نیست که موجب لذت و خوشنودی مردم خوشگذرانی می شود که کنار نهر آبی احاطه شده با گلهای سرخ می نشینند و شراب خلر فکر کنم می نوشند. فکر کنم منظورش این بود که یعنی فقط این نیستش که بشینن تار بزنن و ضرب بزنن و بخندن و خوشحالی کنن یعنی اونم اسم اونم مسخره بکنن و بهش بخندن و از اینجور جور میکنن ایرانی ها یعنی اون بنده خدا میگفته فکر کنم ما عادت کرده این فکر کنیم که ایرانیان مردمانی پاک و آرام و تقریبا افسرده حال هستند و اکثر فیلسوفانشان نسبت به دنیا بدبین و فقط تعداد کمی از آنها خوشبین هستند البته خیلی از ایرانیان همینطور هستند. با این حال در میان همه شرقیان، اسلوب و طرز شوخی و لطیفه گویی ایرانیان شبیهتر به غربیان است و مخصوصا وقتی کار به استهزا و مسخره کردن میرسد، حاضر جوابی و حضور ذهن عالی و لطیفه گویی زریف آنها آدم را به حیرت وامی دارد. در جمع مردان اهل ادب ایرانی از هر سو شوخی و متلک میبارد شاید به ذهن خواننده خطور کند که آیا ممکن است هموطنان و عمر خیام خود را تا حد شوخی و متلک پایین بیاورند؟ نه فقط ممکن است بلکه بسیار رایج هم هست و از این هم بالاتر ذخیره غنی لغات آمیانه است که برای یک دانشجوی خارجی زبان فارسی غیر قابل تصور است. همچنین ایرانیان دارای تعداد نامحدودی ترانه اند که آنها را در کتاب ها نمی بینید و ممکن است بعضیشان با مزه و خندهدار نباشند اما قطعا با مناسبت هستند اینها به نام تصنیف معروفند و گویندگان اکثر آنها از سر فروتنی شاید هم دوراندیشی ترجیح می دهند ناشناس بمانند چند بیتی از یکی از آنها در خاطرم مانده که بعد از برکناری صاحب دیوان سروده شده و از این قرار است دلگشا را ساخت زیر سرسرک دلگشا را ساخت با چوب و فلک حیف دلگشا حیف دلگشا بعد زیرش هم اومده سرسرک رو توضیح داده که سنگ سراشیب سیغلی صافیه که در دامنه کوهی در شرق تنگه الله اکبر بالاتر از باغ دلگشا قرار دارد پس همون ساخت زیر سرسرک آدرس شده داده یه از آنچه تا به حال گفته استنباط می شود که اکثر شیرازیان به هیچ وجه از صاحب دیوان دل خوشی ندارند. شاید نارسایی های شخصی او تنها دلیل بیعلاقگی آنها نباشد. خاطره خیانت کثیف جدش حاجی ابراهیم خان شاید تا حدی دلیل آن باشد که داستان آن مختصرا از این قرار است. پس از مرگ کریم خان پادشاه عالی قدر و دلیر زند لطفلی خان که او هم دلیر و عالی قدر اما بد اقبال بود جای او را گرفت و ابراهیم خان را در مقام بانفوز و حساسی که قبلا داشت ایفا کرد و هرگز فکر نمی کرد کسی که آنقدر مدیون او و خانواده اش است بتواند به او خیانت کند لطفلی خان با اعتماد کامل مقام های کلیدی و حساس را به وزیر بی ارزشش واگذار کرد. اقبال خاندان زند رو به ادبار می رفت و جنگ و نبردها به زیان او جریان داشت. شیراز از خواب خوش بیدار می شود تا خون خاران غاجار را پای دیوارهایش ببیند. حاجی ابراهیم خان برای حفظ اموال و سلامت خودش نقشه شیطانی کشید که ارباب مهربانش را به دشمن سنگ دل و بیرحم بفروشد. آقا محمد خان بیدرنگ پیشنهاد او را قبول کرد و به دین ترتیب یک شب دروازه های شیراز به روی لشکر مهاجم گشوده شد و لطفالی خان فقط پس از تلاش قهرمانانه ای توانست موقتا از دست دشمن خونخوار و کسانی که کمر به نابودیش بسته بودند به کرمان بگریزد. آقا محمدخان به قول خود وفا کرد و تا زنده بود حاجی ابراهیم خان را مورد التفات و لطف خود قرار داد اما در آخرین ساعات حیاتش جانشین خود یعنی فتحالی شاه را بر بالین خود فرا خواند و به او گفت پس از مرگ من وقتی جایت را روی تختی که من به دست آورده ام محکم کردی اولین کاری که باید بکنی این است که حاجی ابراهیم خان را با تمام اقوام و بستگانش نابود سازی من در مقابل خیانتش به او قول دادم تا وقتی زنده ام از او حمایت کنم و به قول خود وفادار ماندم اما پس از مرگ من قول و قرارمان خود به خود ملغا می شود بنابراین از تو می خواهم که شر این خیانتکار و خانواده اش را کم کنی زیرا کسی که به ولی نعمتی که همه گونه لطف و مهربانی از او دیده خیانت کند باز همین کار را خواهد کرد حتی یک نفر از خانواده اش نباید باقی بماند زیرا همانطور که شاعر گفته عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود بنابراین وصیت آخر مرا بدون هیچ گونه رحم و نرم دلی بیهوده به انجام برسان فتحعلی شاه به محض جلوس بر تخت سلطنت وصیت آقا محمد خان را اجرا کرد در تمام نقاط امپراتوری اقوام و بستگان شخص خیانتکار مورد تعقیب قرار گرفتند و دستگیر و اعدام شدند. پس از فرو نشستن اتش خونخاری احتمالا فتحلی شاه به این فکر افتاد که هرچه باشد نتیجه خیانت ابراهیم خان به نفع او شده و تخت سلطنت او تا حدی مدیون آن خائن است. بنابراین اجازه داد که چند نفر از باقی ماندگان خاندان حاجی ابراهیم خان زنده بمانند. البته بعد از آن که چشمهایشان را کور و اموالشان را مصادره کرد. فقط یک کودکی که یک کودک که خردسالیش باعث جلب ترحم جلادان شده بود توانست بدون هیچ صدمه ای زنده بماند این یک نفر پدر صاحب دیوان بود حال آیا جای تعجب است که مردم شیراز از خانواده ای که به شهرشان خیانت کرده نفرت داشته باشند صحبت درباره صاحب دیوان دیگر بس است حالا باید دوباره به شیراز و بپردازیم از باغ هفتن همراه دوست ارمنی هم دیدن کردم مکان آرام و دلپذیری که برای آرامش روح و سیر سلوک درویشانی که در سایه درختان آن خلوت گزیدهاند کاملا مناسب است سگ قوی هیکل و بد که پارسکنان به طرف ما هجوم آورد در ابتدای ورودمان باعث برهم خوردن آرامش محل شد که خیلی زود یکی از درویشان او را آرام کرد ما مدتی در کنار هفت گور که نام محل از آنها گرفته شده است نشستیم و چای را که ساکنین آنجا از سر لطف برای ما ناوردن نوشیدیم. یک درویش سالخورده محترم که اینجا اومده مترجم ایرانی زیرنویس گذاشته که لازم به ذکر است که نویسنده احیانا از جایگاه دراویش در فرهنگ عامه اطلاع کافی نداشته و اظهار نظر وی بر اساس تجربیات شخصیش در برخورد با این قشر از جامعه بوده است. اشتباه وی از آنجا ناشی می شود که مردم را فاقد تشخیص بین افراد ولگرد بی سر و سامان و دراویش در نظر گرفته است. در صورتی که در بین عامه مردم چنین تصوراتی در مورد درویش وجود ندارد. حالا این نظر مترجمه. یک درویش سالخورده محترم با ما گفتگو کرد و حتی تا دروازه شهر همراه ما قدم زنان آمد. او از کسانی بود که باعث اعتبار و احترام نام درویش می شوند. متاسفانه این نام معمولا برای بیان تنبلی و بیکارگی و حتی فسخ و فجور استفاده می شود. بسیار اتفاق می افتد که سیاهی فقط تریاک خوردن و هشیش کشیدن و گدایی کردن آنها را می بیند که با موهای جولیده و چشمان سرخ براغ و صدای نخراشیده و زمخت برای دریافت صدقه مزاحم آبران می شود و در نتیجه از همه درویشان متنفر شده و آنها را مایه ننگ و سرشکستگی مملکتشان می داند. اما واقعیت به هیچ وجه اینطور نیست. در هیچ جای دیگر مردانی چنین روشن با وسعت نظر، بخشنده و بردبار، پاک نهاد و با آگاهی همه جانبه مانند بعضی کسانی که در میان درویشان هستند پیدا نمی شود و در واقع آنها موجب افتخار کشورند این بند خود خودش هم همینو گفته من نمیم چرا مترجم زیر نویس گذاشته حالا توی اشعار سعدی هم اتفاقا یه جاهایی وقتی درویش گفته میشه منظورش خودش هم گفته مثلا کسی که خیلی در داغونه و اینا و کلمه درویش رو به کار برده که خب این نشون میده که توی لغات فارسی ما قدیم اینجوری میگفتن خیلی وقتا تنها محل جالب توجهی که در بیرون شهر باقی مانده و باید توضیحی درباره اش داده شود چاه مرتضا علی است زیرا باغهایی که بالاتر نام برده شد اگرچه زیادند اما چیز به خصوصی در آنها نیست که قابل توضیح باشد چاه مرتزا علی حدود نیم مایل در طرف شمال شرقی گهواره دیو روی قله کوههای کم ارتفاع شرق تنگه الله اکبر قرار دارد. امارت نسبتاً بزرگی روی چاه ساختند که محل سکونت متولی و خانواده اش است. برای رسیدن به کف چاه باید 19 پله راه سنگی و لغزنده را طی کرد این راه پله از اتاق بزرگی آغاز می شود که دیدار کنندگان می توانند در آنجا به صرف چای و قلیان بنشینند. روی طاق نمای ورودی راه پله کتیبه هایی به فارسی و عربی است که تاریخ آن زیاد قدیمی نیست. در نیمه راه پلکان سنگی فضای عریضتری تعبیه شده است که یک جور محل استراحت است. پایین راه پله اتاقک یا مغازه کوچکی است که داخل آن چاله آب کوچکی دیده می شود که آب از صخره بالای چاله قطره قطره به داخل آن می ریزد. مقابل آن صفحه چارگوش کوچکی شبیه سنگ قبرهای کلیسا در دیوار کنده شده است. وسط آن طرح عجیبی دیده می شود که ظاهرا گلی رویده در گلدان را نشان می دهد. در طرفین آن دو خط عربی نوشته شده است که مرور زمان و دستمالی دیدار کنندگان آن را غیر قابل خواندن کرده است. جلوی این صفحه سکوی برای شمهای نظری است که مؤمنان روشن می کنند. وقت زیادی برای تماشا نداشتیم. متولی مرتب از بالا فریاد می کشید که عجله کنید. هوای آن پایین خطرناک است و باعث بیماری می شود. شاید هم راست می گفت. چون به نظر من هوا هم هوای آنجا از اسید کربونیک یا گازهای سمی دیگر انباشته بود. در اتاق بالای چاه مدتی به صرف چای و قلیان و گفتگو با متولی نشستیم. او چیز زیادی درباره قدمت و تاریخ محل نمی دانست و فکر فقط می گفت که در روزگار روزگاران باستان اینجا آتشکده بوده است. اما در زمان پیغمبر اسلام فوران معجزه آسای آب چاه باعث خاموش شدن ابدی آتش شده است. تا اینجا همه نقاط جالبتر خارج شهر را که دیده بودم شهر دادم. حالا نوبت آنهایی است که داخل دیوارهای شهر واقع شدند. چندین مسجد جالب توجه در شهر است معروفترین آنها شاه چراغ است. هیچ یک از مساجد برای من قابل دسترسی نبود. پس چیزی هم دربارهشان نمیتوانم بگویم. کوچه های تنگ و پیچ در پیچ شهر مانند سایر شهرهای ایران است. اما درباره بازار باید چند کلمه گفته شود. سازنده آن کریم خان زند بوده است و با اینکه خیلی گسترده و وسیع نیست ولی خوش ساخت و عریض و جادار است. از میان کالاهایی که در مغازه های آن عرضه می شود، توفنگ های سرپر لوله بلند که همانجا ساخته می شود، داخل پرانتز با اینکه به نظر اروپاییان ساده و ابتدایی‌اند، اما در دستهای توفنگچی ایرانی میتواند کارهای خارق العاده انجام دهد. بیش از همه نظر خارجیان را جلب میکند. تعداد کتاب فروشی ها اندک است و اکثر کتاب هایشان را از تهران میآورند زیرا شیراز چاپخانه ندارد. در واقع تا جایی که من خبر دارم فقط تهران و اصفهان و تبریز دارای چاپخانه هستند. تقریبا همه کالاهای اروپایی که در شیراز به فروش میرسد همانطور که انتظار می رود ساخت انگلستان است. فروش اینها اکثرا در دست تجار ارمنی و زرتشتی است که در کاروانسرای روغنی و کاروانسرای مشیر حجره دارند. در حجره یک تاجر ارمنی این کالا را دیدم. توفنگ های انگلیسی، مهمات، کفش، تنیس، توتون و تنباکو، کنسروجات، خوراکی های گوشتی فاسد نشدنی، نوشت افزار، کاغذ و دفترچه، یک کلاه آفتابی هندی و یک جعبه موسیقی. یعنی کالاهایی که در تهران مورد تقاضای زیادی هستند، زیرا اکثر کالاهای اروپایی تهران از روسیه وارد می شود. تعداد زرتشتیان شیراز از ده دوازده نفر بیشتر نیست. همگی تاجر و از اهالی کرمان یا یزدند. با یکی از آنها به نام مهربان که یزدی بود یکی دو دیدار داشتم طی اولین دیدارمان به من میگفت تا چند روز دیگر یک پارسی از بنبایی به دیدن او میآید و از من خواست که در آن وقت به دیدنش بروم دو هفته بعد از نزدیکی کاروان سرا میگذشتم و شنیدم که پارسی مذکور وارد شده بنابراین به حجره مهربان رفتم که او را ببینم در نگاه اول او را به جای یک اروپایی گرفتم زیرا لباس انگلیسی پوشیده بود و کلاه پارچه‌ای اروپایی بر سر داشت گفتگوی ما به زبان انگلیسی بود که او البته با لحجه هندی انگلیسی صحبت میکرد او برای چندمین بار در راه سفر به اروپا بود و مخصوصا از راه زمینی ایران آمده بود که مملکت اجدادش را ببیند از او پرسیدم که آیا از اینجا خوشش آمده پاسخ داد به هیچ وجه به نظر من جای وحشتناکی است نه راه نه هتل نه محلی برای سرگرمی و تفریح هیچ چیز من فقط چند روز است که به شیراز آمده و به همین زودی از آن خسته شدم و قصد دارم تا یکی دو روز دیگر از اینجا بروم من گفتم به نظر من اینجا خیلی شهر زیبایی است و با اینکه دو هفته است که اینجا هستم به هیچ وش خسته نشدم و هنوز فکر رفتن از اینجا را نمی کنم. او در جوابم گفت زیبا حتما جدی نمیگویید چه چیزی اینجا هست که شما خوشتان آمده شمایی که لندن و پاریس را دیده اید و با کشورهای متمدن آشنایید من گفتم شاید به همین دلیل از اینجا خوشم آمده زیرا آدم پس از مدتی کم کم از کشورهای متمدن خسته می شود در اینجا همه چیز به طور دلپذیری اصیل و شادآور است شادیاور است حتما شما برای دیدار همکیشانتان به یز خواهید رفت او در جواب گفت من نه من با سرعت هرچه بیشتر به تهران میروم و فقط یکی دو روز در بین راه در اصفهان توقف میکنم فقط میخواهم هرچه زودتر از این مملکت خارج شوم و به جایی که راه و سایر امکانات تمدن را دارد بروم درباره همکیشانم هم, هم علاقه خاصی به دیدنشان ندارم فکر می کنم آنها هم مانند این مرد که همین دوستشو میگه تقریبا وحشی و عقب مانده هستند این بند خدا چون داشتن اینا به انگلیسی حرف میزدن اون که نمیفهمیده اینا چی میگن اینجا داخل پرانتز گفته به میزبانمان که بیخبر از حرفهای ما در گوشه ایستاده بود و لبخند میزد اشاره کرد من که از قدر ناشناسی او نسبت به میزبان محترمش باطنا ناراحت شده بودم گفتم من زرتشتی نیستم ولی قصد دارم قبل از خروج از ایران حتما یز ای را ببینم مخصوصا برای آشنایی با همکیشان شما و اینکه شما حاضر نیستید از اوضاع و احوال آنها با خبر شوید باعث حیرت و شگفتی من است سپس از دوست پارسی و میزبانش خدافزی کردم اما بعدها در راه سفرم به شمال دوباره با ایشان ملاقات کردم که در جای خود خواهد آمد صاحب دیوان قبل از عید نوروز از شیراز خارج شده بود حکمران جدید شاهزاده احتشام و دوله پسر فرهاد میزا که قبلا در تهران ملاقاتش کرده بودم تا روز سیزده نوروز وارد شهر نشد و این به نفع من بود زیرا اولا توانستم تشریفات ورود او را تماشا کنم و دوما در غیبت او امکان تماشای ارگ برایم فراهم شد تشریفات ورود حکمران جدید به شهر منظره دیدنی بود او چند روز بیرون شهر ماند زیرا منجمین روز سیزدهم را برای ورودش مناسب تشخیص دادند از نظر مردم هم روز مناسبی بود زیرا هیچ کس در این روز به کاری نمی پردازد بنابراین جمعیت زیادی می توانست در مراسم شرکت کنند اما از نظر اروپاییان انتخاب زیاد خوبی نبود زیرا مصادف می شد با اول آپریل به خاطر اطلاعات غلطی که به من داده بودند کمی دیر و درست هنگامی که موکب هنگران وارد میدان عظیم مقابل ارگ یعنی میدان ارگ میشد به آنجا رسیدم. از روی پشت بام وسیع امارت با شکوه اداره تلگراف توانستم به خوبی مراسم را تماشا کنم. شاهزاده سوار بر اسب خاکستری زیبایی وارد شد. در حالی که بزرگان شیراز و مناطق اطراف دورش را گرفته بودند و دنبال آنها تعدادی سرباز و فراش و نیز دسته موزیک شطور سوار می آمد. و پشت سر آنها و داخل میدان جمعیت انبوهی گرد آمده بود. قررش شلیک که که ورود او را خیر مقدم گفت ساختمانی که رویش ایستاده بودیم را لرزاند. بنابر آنچه شنیدم فکر می کنم منظره بیرون شهر جالبتر بوده است. طرفین جاده تا تنگ الله اکبر را صف مستقبلان اشغال کرده بود و های نمایندگی زیادی برای خوش آمد به هونکران به بیرون شهر رفته بودند. ارگ مجموعه عظیم و زیبایی است که باغچه قشنگی دارد. در وسط آن ساختمانی به نام کلاه به مناسبت شکل سقف آن هست که داخل آن را به شکل صلیب ساختند. چهار اتاق بزرگ به یک تالار مرکزی وصل است که در وسط آن فواره ای نصب شده است. قسمت پایین دیوارها با سنگ مرمر زیبای یزد تزئین شده است. ورود به امارت از هر طرف به کمک سپله میسر است که از سنگ یک پارچه تراشیدند. روی دیوارهای خارجی، خارجی قسمت اصلی امارت، نقوش برجستهی دیده می شود که اعمال قهرمانان باستانی ایران را نشان می دهد. به دستور ریاکارانه شاهزاده جوان جلال و دوره روی اینها را با رنگ پوشیدن پوشانده بعضی اتاقهای این امارت بسیار زیبا هستند اما بعضی را تبدیل به آشپزخانه کرده و نقاشی های دیوارهای آنها بر اثر دود و چربی و کسافت سیاه شدند. در یکی از اتاقهای خیلی زیبا نقاشی چهره ناصر شاه که در اوایل دوران سلطنتش کشیده شده دیده می شود. در حالی که سقف اتاق را نقش های مختلف زنها پوشانده است. در کنار دیوار مقابل پنجره و در ورودی سه در دیده می شود که به اتاقهای پشتی راه دارند و روی هر یک چند بیت شعر نوشته شده که اولی می گوید سر دشمن و دوست بر این در است بر این آستان پاسبان قیصر است یکی خواست که افسر نهد سر نهاد یکی سر نهاد آنگه افسر نهاد دومی میگوید باشد در رحمت که خدا کرد فراز مردم سوی او چو کعبه آرند نماز چون کعبه به خانمش که آید به نیاز اینجا مغ و هندو و مسلمان به نماز و سومی اینطور میگوید این در که باد تا به ابد سجدگاه خلق دید آسمان و گفت بر او پاسبان منم دولت بر آستانه او بر نهاد سر یعنی کمینه چاکر این آستان منم روی چند تا از آتشدان ها که در اتاقهای مختلف هستند نیز عبیاتی نگاشته شدند که دوتای آنها را برای نمونه میآورم. اولی می گوید از بخاری ما طریق دوستی آموختیم خیشتن را از برای همنشینان سوختیم و دومی میگوید به غیر از بخاری ندیدم کسی که با دشمن و دوست گرمی دهد حال که تا حد مقدور دیدنی های شیراز را از قبیل باغها و مقابر و محل های تفریح و استراحت شهر دادم باید یک بار دیگر درباره نحوی زندگی که درون دیوارهای شهر جریان دارد صحبت کنم. همانطور که قبلا گفتم، این امکان را یافتم که سرگرمی های گوناگون ایرانی را شاهد باشم. از آنجا که قبلا در موقع شهر تهران در این باره صحبت کردم، اکنون فقط به آنهایی میپردازم که به نظرم اصیلتر و جالبترند. دو روز پس از ورودم همراه نواب به مهمانی یکی از آقایان ارمنی وابسته به تلگرافخانه دعوت شدم. کمی پس از غروب به آنجا رسیدیم و از طرف میزبان با احترام استقبال شدیم و من را به همسرش و خانم دیگری از اقوامش معرفی کرد و نیز به, پسر که قبلا چند بار به عنوان همراه هم در گردش ها به او اشاره کردم. او حدود 21 سال داشت و مدت طولانی در بمبعی سکونت داشته و به کارهای مطبوعاتی مشغول بوده است و مانند میزبانم انگلیسی را خیلی خوب صحبت میکرد. خانمها ترجیح میدادند فارسی صحبت کنند و یکی از آنها در این زبان استاد بود و اشعار مشکل را به می میخواند. کمی بعد بقیه مهمانان هم رسیدند که سه نفر بودند. بگلر بگی، جوانی، اشرفزاده و متکبر و یکی از دوستانش که تکبر کمتر ولی هایهوی بیشتری داشت. و یک فیلسوف که مرا به او به عنوان یک دانشجوی الهیات معرفی کردند و او فورا سوال کرد که چه کتابهایی را خواندم و استادانم چه کسانی بودند و دست آخر از بعضی مسائل فلسفی پرسش, پرسش کرد که سالهاست در اروپا فراموش شدند خوشبختانه سوالات او با ورود دو مطرب و پسرکی رقاص بی جواب ماند. زیرا حواس فیلسوف پرد شد و چشمانش روی حرکات پسر رقاص ثابت ماند و با دست و پاهایش شروع کرد به ضرب گرفتن همراه موسیقی و الهیات به خاطر موسیقی کنار گذاشته شد. شراب هم به او تعارف کردند که رد نکرد و هنگامی که وقت رفتن شد جانشین ارسطو و ابن سینا با حالت زننده و شرماوری روی زمین ولو شده بود. باید تذکر بدهم که این تنها دفعه ای بود که شاهد منظره چنین شرماور در شیراز بودم. مطربان یهودی فوق و ذکر ظاهرا محبوب ترین هنرمندان شیراز در رشته خود بودند. زیرا تقریبا در تمام مهمانی‌هایی که با موسیقی همراه بود حاضر بودند. یکی از مردان به خاطر شکلک های عجیبی که در می آورد معروف بود. همچنین او به طوری قابل تحسین تقلید صدا می کرد و خصوصا در تقلید صدای صاحب فرنگی سنگ تمام می گذاشت. البته من شخصا شاهد اجرای آن نبودم که به احترام من انجام نداد. پسرک سرک رقاص بیش از ده یا دوازده سال نداشت و موقع رقصیدن لباسی شبیه به آکروبات ها می پوشید. به اضافه کلاه تنگ کوچکی که از زیر آن زلف بلندش بیرون می زد و دامنی که تا دا بالای زانووانش می رسید و تعدادی حلقه زنگدار به آن آویزان بود که با هر حرکت به صدا در می آمد. حرکاتش موقع رقصیدن بیشتر فرز و چالاک بود تا زیبا و به نظر من تا حدی یک نواخ و حتی گاهی وقتا نازیبا می نمود. من برای دومین بار او را در خانه حاجی نصرالله خان ایلخانی دیدم. این بار وظیفه ساقیگری هم بر عهده او بود که به طرز جالب و حتی اصیل این کار را انجام میداد. پس از پر کردن گیلاس های شراب لبه گرد پایه گیلاس را لای دندانش می گرفت و به نوبت نزد هر یک از مهمانان می برد و کمی خم می شد تا شراب را به دهان شخص بریزد و همینطور که سطح مایع داخل گیلاس پایین تر بر خمیدگی خود می افزود. یکی دو نفر از مهمانان ظاهرا از این کار خیلی لذت می بردند و در حالی که پسرک با چابکی گیلاس خالی را باز می گردند گونه را بوسیدند. یکی از مهمانان تازه از شمال همراه حکمران جدید آمده بود. او خیلی خوش صحبت بود و موضوع صحبتش فقط فلسفه بود. چه دیدگاهی داشت مطمئن نیستم. ابتدا شک کردم که شاید بابی باشد. زیرا هنگام معرفی به من گفته بود که از وقتی از اسفان خارج شده دنبال من می گردد. زیرا در آنجا چیزهای زیادی راجع به من شنیده و ضمن این سخن نگاه معنیداری به من کرد. سپس از من پرسید که آیا مرد فرانسوی جوانی به نام آقای ام آر که قبلا از ایران عبور کرده را می شناسم؟ این سوال بیشتر شک مرا برانگیخت زیرا مطلب زیادی درباره مرد فرانسوی شنیده بودم که چگونه مدتی در سوریه میان بابیان بوده و چگونه از رؤسای آنها معرفی و توصیه نامه گرفته و به این وسیله از طرف بابیان در هر یک از شهرهای ایران به خوبی پذیرفته شده است. کم کم ترس مرا فرا گرفت که مبادا افشاگری دوست پرحرفم باعث فاش شدن روابط من با بابیان شود که به دلایل متعددی نمیخواستم کسی خبردار شود. بنابراین محتاطانه پاسخ دادم که آن فرد مرد فرانسوی را نمیشناسم و پرسیدم که او چطور آدمی است؟ جواب داد من او را چند بار دیدم و خیلی از او خوشم آمد. یکی دو نفر از حاضران که حرفهای ما را میشنیدند وقتی دیدند که من میل دارم موضوع را عوض کنم علاقه شدند که با دقت به حرفهای ما گوش کنند. به هر حال مدتی بعد درباره مسائل مذهبی چیزهایی مطرح شد و این بار من فکر کردم که در مورد عقاید دوستم اشتباه کردم زیرا او به طرز عجیبی حرف میزد و مرتبا دیدگاه هایی را مطرح می کرد که با همدیگر در تضاد بود. بالاخره صریحا از او سوال کردم که عقاید واقعی شما چیست؟ او جواب داد شما خیلی خوب می دانید. من به او اطمینان دادم که اینطور نیست و جواب واضحتری خواستم. او گفت خب عقاید من مثل شما هستند و من مجبور شدم با این جواب ناقض و مبهم خود را قانع کنم. قبلا درباره پیکنیک های دلپذیر در باغ که بهشت اشاره داشتم که دو مرتبه همراه نواب به آنجا رفتیم. هر بار دواز ده دوازده نفر مهمان آنجا بودند و تقریبا همین تعداد خدمتکار. مشغول خدمات گوناگون از قبیل آشپزی، آماده کردن محل نشستن و چای و قلیان. بار اول صبح ساعت هفت و نیم حاجی سفر بیدارم کرد و گفت که نواب آماده حرکت است. به سرعت لباس پوشیدم اما وقتی به حیات رسیدم فهمیدم که او زودتر رفته تا آمادی پذیرش سایر مهمانان شود و حاجدایی را گذاشته که نه چندان خوشخلق و سرحال در انتظار من بود من از وقت نشناسی خود معذرت خواستم و بهانه آوردم که نمیدانستم باید صبح حرکت کنیم او در جواب گفت البته که باید صبح زود حرکت کنیم قبل از اون که خورشید بالا بیاید و هوا خیلی گرم شود من گفتم بله اگر تابستان بود درست است اما هنوز اول بهار است و فکر نمی کنم امروز هوا خیلی گرم شود و نگاهی به آسمان ابری انداختم او گفت خب مهمان ها برای این موقع دعوت شدند و نواب قبلا حرکت کرده که به آنها برسد و اسب ها هم مدت زیادی منتظر ایستادند بیایید بگذارید همکنون راه بیافتیم وقتی به باغ حدودا در فاصله دو مایلی شهر رسیدیم که مهمانان اصلی قبلا رسیده بودند در میان آنها دو نفر شاهزاده دیده میشد سیاوش میرزا و جلال الدین میرزا که پسرعمو یکدیگر و از اعقاب پسر بزرگ فتلی شاه فرمان فرما بودند همراه جلال الدین میرزا پسرش هم آمده بود که حدوداً چهارده ساله و خوش قیافه بود از میان بقیه مهمانان سه برادر از یک خانواده بزرگ شیراز بودند یکی از آنها ابوالقاسم خان را قبلا در خانه نواب دیده بودم دیگری هدایت الله خان بود که به خاطر شراب نخوردنش توجه مرا جلب کرد و به نظر می رسید که به شدت با آن مخالف است من بعدا گفتگوی زیادی با او داشتم و فهمیدم که او مردی روشن فکر و دوست داشتنی است بزرگترین برادرها خان بابا خان نام داشت که قبلا به او آشنا شده بودم حلامت مشخصه او گذشته از قابلیت عالی تجارتی و معلومات نامحدودش درباره مناطق اطراف شیراز قیافه فوقلاد زشتش بود که باعث شده بود لقب حاجی گال به او داده شود. او مدتی بعد به ما پیوست. یکی از نوازندگان یهودی سابق و ذکر که ارزونی نام داشت نیز آنجا بود و, و تمام صبح با ساز و آوازش ما را سرگرم کرد و شکر الله نوازنده نابینا و بعضی از حاضران که از هنر موسیقی سرشته داشتند او را همراهی کردند. باران که همه صبح تهدید به باریدن کرده بود، بالاخره شروع به باریدن به طور یک نواخ کرد. در حالی که زیر سرپناه ایوان خانه تابستانی نشسته و درخت های آبچکان را تماشا می کردیم، من از اینکه هوا اینقدر بد است ابراز تأسف کردم. جوابی که دریافت کردم این بود بعد چرا هوا خیلی هم عالی است درست همانطور که میتوان آرزویش را داشت یک روز بهاری واقعی ابتدا برایم مشکل بود این نقطه نظر را درک کنم که ظاهرا غیر از من همه با آن موافق بودند و واقعیت از این قرار است که در ایران که در تمام طول تابستان به سختی قطره باران برای مرتوب کردن زمین های خشکیده میبارد بارانهای بهاری که رویش غلات و در نتیجه رفاه همه مردم به آن بستگی دارد چنان با خوشحالی و تحسین مورد استقبال قرار می گیرد که تصور آن برای ما مشکل است. هیچ چیز برای یک ایرانی لذت بخشتر و دلپذیرتر از این نیست که در پناه خانه ایلاقی بنشیند و شراب بنوشد و در همان حال بارش قطره باران را بنگرد و هوای مرتوب و ملایم را که با عطر گلها در آمیخته تنفس کند. ظهر پس از صرف نهار با پایین آوردن پردهی که بیرون پنجره ها آویخته بود اتاق را تاریک کردند و اکثر مهمانان به خواب رفتند. حدود سه بعد از ظهر کم کم بیدار شدند و چای و دخانیات آورده شد و موسیقی و گفتگو دوباره شروع شد. تا حوالی غروب که باران هم بند آمد و ما سوار بر اسبها راه بازگشت به شهر را در پیش گرفتیم. در مدت اقامتم در شیراز سرگرمی های زیاد و متنوعی داشتم. شهر همه مهمانی هایی که رفتم برای خواننده کسل کننده خواهد بود. بنابراین فقط نمونه مهمانی هایی را که در هر یک از طبقات مردم رایج بوده و یا اتفاق ویژه و جالبی که در آن روی داده را نقل کردم. همچنین رفت و آمدم منحصرا با ایرانیان نبود. رئیس تلگراف و دکتر آن اداره روز بعد از ورودم شیراز را به قصد بازرسی حوزه مسئولیت خود ترک کرده بودند بنابراین فقط یک بار در صبح روز حرکتشان آنها را ملاقات کردم اما با سایر کارمندان تلگراف که چند نفرشان متعهل بودند اوقات خوشی را گذراندم و غالبا در باغ محل سکونتشان با هم تنیس بازی می کردیم. تا اینجا فقط از جنبه های سبکتر و ساده تر زندگی ایرانی در شیراز صحبت کردم از مهمانی ها و گرد همایی هایی که با شراب و موسیقی و رقص و آواز روزهای ملایم و لطیف بهاری و شبهای محتاب را سپری می کردند. اکنون وقت آن رسیده به خاطرات دیگری بپردازم. گرد همایی هایی که در آنها از شراب و آوای موسیقی خبری نیست و قیافه های مسمم که نور ایمان باطنی از جبینشان می درخشید و دیدگانی که از عهد و پیمان مستحکم و ناشکستنی برق می زدند دور تا دور مرا احاطه کرده و در حالی که نغمه رباب تبدیل شده بود به سخنانی با لحن آرام و قاطع درباره خداوند نور جدید و رنج و دردهایی که بر اثر آن اعمال می شود و پیروزی نهایی که همه منتظر آن هستند خاطره این گرد همایی ها و اثر آن قیافه ها و آن لحن صحبت هرگز از یادم نمی رود. من با حیرت شاهد تأثیرات روح اعظم و آنچه مقدر می کند بودم. آه ای پیروان باب که به تلخی مجازات و مجبور به سکوت می شوید. اما ثابت و استوار مانده اید. همانطور که در زنجان و قلعه شیخ تبرسی نشان دادید در ورای پرده آینده چه مقصدی برایتان نهفته است؟ خب اینجا فصل ده تموم میشه و فصل بعدی فصل یازده ادامه شیراز رو همونطوری که خودش گفت نوع دیگه ای حالا برامون از اتفاقایی که براش افتاده برامون تعریف میکنه میخواستم پادکست رادیو ماجرا رو هم بهتون پیشنهاد کنم گوش کنین برای اینکه از تجربیت کسایی که سفر رفتن در همین زمان خودمون خیلی خیلی قشنگه مخصوصا بعضی قسمتاش که در مورد محیط زیست ایران و ایرانه یا هر جه همش قشنگه پیشنهاد میکنم رادیو ماجرا رو سرچ کنید و گوش کنید خداحافظ